این بخش از برنامه آقای بابک داد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار مقیم پاریس هستند. آقای داد درود به شما، خوش اومدید به برنامه ما. صحبت ها رو شنیدید، گزارش قبلی رو هم دیدید. صحبت از این میشد که یکی از بستگان شیرین علم‌پلی گفت، ایشون گفتن که فرزندان شما مسلمان نیستن و ما خودمون دفنشون میکنیم. امروز آقای حجت الاسلام صدیقی صحبت از این میکرد که اجلاس گروه 15 نشانگر دیپلماسی قوی نظام. شما این فعالیت های داخلی رو، این روند اعدام ها رو و این برخورد با مردم رو در آستان این اجلاس چطور تحلیل میکنید؟ سلام به شما و بینندگان. دقیقاً در قبل از برگزاری این اجلاس که قرار هست تصمیمات مهمی راجع به برنامه هسته‌ای ایران گرفته بشه و عملاً بعضی از نمایندگان از جمله برزیل، ترکیه و سوریه چماق به تهران خواهند برد، نه هویج، و دیگه بحث تشویق و تنبیه همزمان نیست و آخرین تهدیدها رو قرار است که از طرف غرب و جهان به ایران ابلاغ بکنند. پیش از این همچین داستانی دیدید که به طور ناگهانی بدون اطلاع وکلا و خانواده زندانیان به شکل ترور در واقع این زندانیان بیگناه رو به دار آویختند تا جو جامعه رو بیش از پیش ملتهب بکنند و در واقع یک جنگ روانی ایجاد بکنند و نظرها رو به سمت دیگری برگردونند. اینکه اینها موفق بودند یا نه، اعتصاب دیروز در کردستان نشون داد که به هیچ عنوان در این هدف موفق نبوده. آقای داد، شما روزی که در واقع اعدام صورت گرفت، خبرش منتشر شد، در پاریس در برابر سفارت ایران تجمعی داشتید، دستگیر شدید از سوی پلیس فرانسه، کنفرانس خبری به اتفاق آقای دکتر لاهیجی داشتید، صحبت از یک فراخوان میکنید، توضیح بفرمایید که هدف چیست از این فراخوان؟ فراخوانی که صحبتش هست این هست که دنیا مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران رو به اندازه مسئله هسته‌ای جدی باید بگیره. به همون اندازه که رژیم ایران سه کوهنورد امریکایی رو، یک شهروند فرانسوی رو و شهروندی از کشورهای دیگر رو به گروگان گرفته، دنیا تقریبا متوجه شده که در ایران نقض حقوق بشر فقط مختص ایرانیان نیست، مختص کردها، اقلیت‌ها نیست. و به همین خاطر صحبت در واقع اصلی این هست که دنیا یک تصمیم جدی باید بگیره برای اعزام گروه‌های حقوق بشری و روزنامه‌نگار به تهران، به ایران، و زندان‌ها رو از نزدیک ببینند و با سران اپوزیسیون جنبش سبز در ایران به طور راحت گفتگو بکنند. ما در واقع علاوه بر این، از این 15 کشوری که به ایران می‌روند، به نوعی با فراخوان‌هایی خواسته ایم که رئیس جمهور کودتایی ایران رو در مقابل این سوال قرار بدن که در ایران چه می‌گذرد که مردم بی‌گناه چنین راحت به چوبه دار سپرده می‌شوند و از سوگواری و حتی تدفین اونها جلوگیری میشه و جامعه رو به این شکل ملتهب میکنند. آقای داد، به نظر میرسه که شاید این آخرین روند اعدام ها بدون رسیدگی دیوان عالی باشه. شما قضیه رو از منظر داخلی چطور میبینی؟ آیا یک تصفیه حسابی بین دولت و قوه قضاییه دیده میشه؟ چون این چیزی رو شما میبینی؟ در حال حاضر قوه قضاییه در ضعیف‌ترین و وابسته‌ترین دوران تاریخی خودش قرار داره و این بحثی که دیوان عدالت اداری تحت نظر قوه قضاییه میخواد که اعدام‌ها رو از این به بعد سامان بده و قانونمند بکنه، تلاش نافرجامی است از سوی قوه قضاییه برای اینکه دولت تمامت‌خواه احمدی نژاد رو پس بزنه و یه مقدار استقلال از دست رفته خودش رو بازیابی بکنه، چیزی که محال است با چنین دولتی که هم به فسادهاش بی جواب گذاشته جامعه رو و هم نسبت به تمام قانون شکنی هایی که میکنه مجلس رو در واقع ایزوله کرده و منزوی کرده، حالا قوه قضاییه بتونه با این دولت به نتیجه‌ای برسه. بنابراین من فکر میکنم که وزارت اطلاعات به عنوان اصلی ترین پایه سرکوب ها در این روزها و سپاه به طور یک جانبه دارن نقش قوه قضاییه رو هم بازی میکنند و با انتقام گیری از مخالفان اومدن از اقلیت ها شروع کردن. چند وقت پیش دو عضو انجمن پادشاهی رو اعدام کردن تا مردم بگن که خب اینها اقلیتن و لابد کاری کردن. این سری اومدن 4 نفر شهروند کرد به اضافه یک شهروند ایرانی دیگر رو اعدام کردن، باز به قصد این که مردم فکر کنن خب اینها اقلیتن، در صورتی که این راهی است به بیراهه. مردم الان متوجه شدند که همه پیکره یه واحدی هستیم به اسم ایران، ملت ایران، و یک دشمن واحد داریم به اسم جمهوری اسلامی که داره تمام فرزندان خوب ما رو یک به یک به مسلخ میبره و باید مقابل این رژیم ایستادگی جانانه مثل مردم کرد که روز پنجشنبه
در سراسر کردستان یک اعتصاب بسیار بسیار خوب و مثبت کردن و امیدواریم که از شنبه این حرکت سرایت پیدا بکنه به سراسر نقاط ایران. تشکر میکنم از شما آقای بابک داد، تحلیلگر و روزنامه‌نگار مقیم پاریس.